یکی از اصلی ترین صنعت های درآمدزایی در عراق صنعت گردشگری مذهبی است. مسئولان صنعت گردشگری مذهبی در عراق آسیب های سنگین به این صنعت را برشمرده و خواستار حمایت حکومت از آنها شدند. گزارشی را در این مورد با هم میبینیم. بخش گردشگری در شهر مقدس کربلا که سالانه ده ها میلیون زائر برای تشرف به عطبات عالیات آزم آنجا می شدند برای دومی سال متوالی به دلیل عدم حضور زائران علال خصوص زائران ایرانی به مانند گذشته متحمل خسارت سنگینی شده است. به خصوص که به قول مسئولین محلی دولت هم از سرمایه ها در این استان که برای ده ها هزار نفر شغل ایجاد کرده است در این شرایط حمایت مالی نمی کند. محمد عبدالزهرا سخنگوی سندیکای عمومی خدمات گردشگری در شهر مقدس کربلا گفت فصل گردشگری هنوز در بدترین حالت خود قرار دارد و تابستان امسال کاهش قابل توجه زائران و گردشگران را به ثبت رساندیم زیرا در چارچوب محدودیت های اعمال شده برای مقابله با شیوع کرونا از کشورهای ایران، بحرین، عمان، عربستان و دیگر کشورها زائر به عراق اعزام نمی شود. و از همین رو تا کنون 8468 نفر در بخش گردشگری در شهر مقدس کربلا بیکار شدند. عبدالزهرا افزود تعداد زائران خارجی که قبل از گیری کرونا وارد شهر مقدس کربلا می شدند حدود 50 هزار زائر در روز تخمین زده می و تعداد آنها در ماه محرم به 100 هزار نفر در روز می رسید اما در حال حاضر حتی 5 درصد از این تعداد زائر هم حضور ندارند. وی همچنین خبر داد که 107 شرکت گردشگری و 84 شرکت مسافربری تعطیل شدند. بیشتر کارکنان آنها مجبور به کار در مشاغل دیگر هستند. در ماه محرم الحرام و ایام شهادت سید علیه السلام انتظار می رفت گردشگری رونق بگیرد. اما با این وجود تنها 6 میلیون زائر وارد شهر مقدس کربلا شدند. با وجود اینکه مقامات عراق برخی محدودیت ها را برای کشورها لغو کردند اما کشورها همچنان به بهانه‌های مختلف اجازه اعزام زائر به عراق را نمیدهند. صاحب ابو غنیم رئیس انجمن هتل‌ها و رستوران‌های گردشگری در شهرهای مقدس نجف و کربلا می‌گوید های مربوط به کرونا منجر به توقف کار 760 هتل شده در حالی که این هتل‌ها قبل از کرونا همیشه مملو و زائر و گردشگر خارجی بودند ابو غنیم تاکید کرد که موج رکود گردشگری رستوران های توریستی شهرهای مقدس کربلا و نجف را نیز در بر گرفته که تعداد آنها 600 رستوران برآورد شده حامد موسوی نماینده شهر مقدس کربلا در پارلمان عراق هم میگوید بخش گردشگری در کربلا ضررهای زیادی را متحمل شده و متاسفانه وزارت فرهنگ گردشگری و آثار باستانی هیچ اقدامی نکرده و بالعکس سعی میکند با وضع مالیات و عوارض بیشتر بخش گردشگری را بیشتر تحت فشار قرار دهد موسوی دولت‌های محلی و فدرال بغداد را متهم کرد که از بخش گردشگری دینی قفلت کردند موسوی تاکید کرد علیرغم شیوع ویروس کرونا در عراق دولت منطقه کردستان اقدامات متعددی را برای تداوم بخش گردشگری خود انجام داده اما دولت مرکزی از ایجاد راه حل‌های مؤثر فاصله گرفته است